ارادتمند جانی دالر. رد پا، ترجمه جلال نعمت اللهی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی، سرگروهبان بالش، آرزو مولی بارتون، فریدون اسماعیلی، رد کالین، قاسم گلی، متصدی بار، کیومرس مبشری، دفتردار، هوشنگ خلفبری، جک بلاک، حمید منوچهری، توماس ماتیو. به کارگردانی و شرکت حیدر صارمی. گوینده حسین توصیفیان. تهیه و تنظیم از عباس تهرانی. شاید نمایشنامه رادیویی جانی دالر رو نسل‌های بعد از انقلاب ایران نشنیده باشن، اما نام شخصیت جانی دالر رو میشه گفت اکثر ایرانی‌ها شنیدن، بعضی بدون اینکه حتی بدونن دلیلش چیه که این نام رو میشناسن و بدون اینکه بدونن کارگردان و ایفاگر نقش جانی دالر حیدر صارمی بوده. الو، کارگاه جانی دالر، بفهمید. جناب کلنل، سلام عرض می‌کنم. بله قربان. قایقی به شماره 113 در لنگرگاه متروکی که سابقا محل حمله توتون بوده وارد میشه. بله قولم. توی این قایق مقدار زیادی اموال قاچاق هم میشه. بله. در واقع عملیات باید زیر نظر خودم اجرا بشه. اطاعت میکنم قربان. حیدر صارمی بازیگر تئاتر، سینما، نمایشنامه‌های رادیویی، مدیر دوبلاژ و کارگردان و ایفاگر نقش کاراگاه جانی دالر 11 آبان و در سن 87 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان از دنیا رفت. آقای صارمی متولد اصفهان بود و فعالیت هنری خودش رو از سال 1322 در تئاتر گیلان با بازی در نمایش ریشتراش شهر سویل آغاز کرد و پس از اون مدتی در عرصه تئاتر و سینما فعال بود. اما این هنرمند نه به خاطر فعالیت‌های تئاتری و سینماییش، که به خاطر دستاوردهای رادیوییش مشهور بود و میشه گفت همگی علاقه‌مندان به این هنرمند اون رو با نمایش‌های شبانه رادیو و نمایشنامه رادیویی جانی دالر به خاطر میارن. این نمایشنامه رادیویی با نام ارادتمند جانی دالر از اواخر دهه 20 تا اوایل دهه 40 شمسی در آمریکا اجرا می‌شد و مجموعه داستان‌هایی بود در مورد جانی دالر، مأمور پلیسی در نیویورک، و همکارش گروهبان والش، که این دو هر بار با یک ماجرای جنایی یا تبهکارانه دست و پنجه نرم می‌کردند. این نمایشنامه 30 دقیقه‌ای در دهه‌های 40 و 50 شمسی به همت حیدر صارمی در ایران به اجرا درآمد و جمعه ها از رادیو پخش می‌شد. حیدر صارمی علاوه بر کارگردانی این مجموعه نقش جانی دالر رو ایفا می‌کرد و حمید عاملی هم ایفاگر نقش گروهبان والش بود. مجموعه جانی دالر در ایران هر بار یک معمای پلیسی رو مطرح می‌کرد و از شنونده‌های رادیو می‌خواست تا پاسخ معما رو پیدا کنند و در ازای پاسخ درست جایزه دریافت کنند. آقای کارگاه، هنوز نفس تازه نکردیم که دستور تازه می‌رسه. کار پلیس همینه. اتومبیل منو آماده کن، دو تا مسلسل دستی هم بردار. اطاعت می‌کنم. چشم. الو، اداره اجراییات پلیس. سلام جناب سروان. یک دستور فوری داریم. بنابراین در حدود 20 نفر پلیس مسلح تا نیم ساعت دیگه برای من آماده بکنید. بله بله. عملیات زیر نظر خودم اداره میشه. بله. قایقی به شماره 113 وارد یکی از لنگرگاه‌های متروک لانگ آیلند میشه و مقدار زیادی اموال قاچاق از امریکای جنوبی میاره. بله، ما باید طوری بر قاصا حمله بکنیم که فرصت فرار به اونها ندیم. روی نقشه محل عملیات 222 تعیین شده. متشکرم جناب سروان، متشکرم.
آقای کارگاه، عملیات ما از چه ساعتی شروع میشه؟ به طوری که به من خبر رسیده، قایق شماره 113 سر ساعت 10 شب داخل لنگرگاه متروک میشه. بله. افراد گوش کنید، قایق حامل قاچاق داره به ساحل نزدیک میشه. همگی سر جای خودتون آماده باشید. استتار باید خیلی ماهرانه انجام بگیره که دیده نشید. متوجه شدی یا نه؟ الو 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 الو، والش والش والش، تو با قایق توپدار پلیس با احتیاط به لنگرگاه نزدیک شو. نورافکن‌ها و چراغ‌ها همه خاموش باشن. تمام. به فرمان پلیس ایست. الو 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 الو، با شلیک چند تیر توپ در اطراف قایق مانع عقب نشینی کشتی قاچاقچی ها بشید. تمام. هنگامی که کشتی توپدار پلیس در کنار قایق شماره 113 پهلو گرفت، چند نفر از افراد پلیس با مسلسل‌های دستی وارد قایق قاچاقچیان شدند، اما با کمال تعجب هیچ کس رو در قایق ندیدند، چون قاچاقچی‌ها به محض اون که متوجه شده بودند که در محاصره پلیس هستند، به دستور رئیس خودشون شیرجه‌کنان خودشون رو به آب انداخته و از اون منطقه دور شده بودند و فقط کالای قاچاقی که داخل قایق بود به دست پلیس افتاد. حالا چه دستور می‌فرمایید؟ قایق قاچاقچی رو به قایق توپدار پلیس ببندید و اون رو به اسکله بکشید. بله. صندوق‌های کالای قاچاق رو در اسکله پلیس خالی بکنید و اونها رو با کامیون به اداره انتقال بدید. اطاعت می‌کنم. در ضمن چند نفری هم محض احتیاط توی لنگرگاه کشیک بدن. اگر به افرادی برخوردید و نسبت به اونها زنیم شدید، اونها رو بازداشت بکنید. دیگه دستوری ندارم. با اجازه قربان. برید. شنا خانم، این تپونچه رو توی دست من نمیبینی؟ مأمور اداره پلیس، ایشون هم همکار من سرگربان والش. بله خانم. شما حق ندارید بدون اجازه داخل خونه کسی بشید. مونه کیه؟ آقای ردکالین، لطفاً از جای خودتون حرکت نکنید. من کارگاه جنی داره دفتر اداره پلیس هستم. ایشون هم دستیار من سرگربان والش. شما حق ندارید بدون اجازه وارد منزل کسی بشید. از من چی میخواید؟ اجازه دادستان رو هم گرفتم. علاوه وقتی برای من مسلم باشه که مجرم هستید، احتیاجی به اجازه دادستان نیست. علاوه بر دستاوردهای رادیویی آقای صارمی، میشه به فعالیت‌های اون در عرصه تئاتر و بازی در نمایشنامه‌های زن دلخواه من و طرح اقتصادی اشاره کرد. همچنین آقای صارمی در حوزه سینما هم در فیلم‌هایی مانند چهره آشنا، همه گناهکاریم، اینم یه جورشه و پرتگاه مخوف حضور داشت. حیدر صارمی از اواخر پاییز سال گذشته در بستر بیماری افتاد. همسر آقای صارمی خرداد ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از عدم حمایت صدا و سیما از همسرش خبر داد و گفت آقای صارمی حتی از بیمه صدا و سیما هم برخوردار نیست. خانم صارمی به این خبرگزاری گفت حیدر همیشه میگوید ناراحتم از اینکه این همه سال فعالیت هنری داشتم و زحمت کشیدم و حالا انتظار نداشتم اینطور با من رفتار شود.
جانی دالر رادیو شاید که با دلی پر از برخی بیمهری ها از دنیا رفت، اما مطمئنن شنوندگان بیشمار و طرفدارانش همیشه با لبخند و رضایت از اون یاد میکنه.